با سلام دکتر فائقه فیروزی جهانتی هستم جراح دندان پزشک امروز در خدمتتون هستم راجع به نوع مسواک برای شما عزیزان توضیحاتی بدم که سوال اکثرتون هستش نوع مسواکی که اکثرا از من سوال میشه که چی باید خریداری بشه میتونم خدمتون ارز کنم که وقتی به داروخونه مراجعه میکنیم جهت اینکه بهترین مسواک رو خریداری کنیم شاید گیج بشیم و ندونیم چی باید بگیریم دقیقا پیشنهاد میشه نوع مسواکی که خریداری میکنید از نوع سافت یا نرم باشه چون مسواک هایی که مدیوم یا زبر هستن باعث آسیب ریشه مینای دندان و لستون میتونه بشه و سایش و التهاب ایجاد بکنه در مورد بیمارانی که مخصوصا زیبایی انجام میدن پیشنهاد ما این هست که مسواکشون نرم و حتی خیلی نرم یا اکسرا سافت باشه زیاد مسواک زدن محکم مسواک زدن یا مسواک هایی که زبر هستن نتیجه عکس به شما میده هم در مورد سایش و هم در مورد رنگ پذیر بودن مورد بعدی سایز مسواک هست بهتر هست مسواک های انتخاب بکنید که داخل دهانتون به راحتی بره و بتونه تمام سطوح رو مسواک بزنه دندون های خلفی قسمت داخل دندون ها از قسمت های مهم هستن که پوستگی توشون زیاد دیده میشه به خاطر محدودیت در مسواک زدن که شما میتونید سری مسواکتون رو تقریبا با طول دو سانتی متر و عرض یک سانتی متر در نظر بگیرید مورد دیگه در نوع مسواک ها نوع برس های اونا هست که دیده میشه بعضی از مسواک ها برس های صاف و مستقیمی دارن و نوع دیگه برس هایی دارن که در هم رفته هست جهت داره و یا کوتاه بلند هستن که اونطور که گفته میشه این مسواک ها بهتر از مسواک هایی هستن که مستقیم و یک دست هستن نتیجه بخشتر هستن نکته بعدی در مورد آیا مسواک دستی استفاده کنیم یا برقی هر دو مسواک به یک نسبت خوب هستند و می میتونیم بگیم که شما باید ببینیم با چه مسواکی راحت ترین فقط اون مورد زبری رو باید در نظر بگیرید پیشنهاد میشه نوع برقی بیشتر در اطفال که به خوبی نمیتونن مسواک بزنن یا سالمندان که براشون سخت هست مسواک زدن از نوع برقی استفاده بشه در ویدیوهای بعدی راجع به مسائل ساده که اکثرا دچار اشتباهاتی میشن یا براشون سوال پیش میاد توضیحاتی خواهم داد ممنون از اینکه ویدیوی ما رو دنبال کردین میتونین جهت دیدن کارهای زیبایی ما و همچنین مشاوره گرفتن پیج ما رو دنبال کنید خدا نگهدار